شما چیکار کردی؟ داروغه زدی؟ آخه چرا؟ داستانش مفصله. حالا چیکار کنیم؟ یه چند روزی پاشید برید مملکت ابلق تا من خودم خبرتون کنم. من برم بچه‌ها رو بیارم. زنداداش. زنداداش بچه‌ها سرعتتون رو میگیرن. صلاح نیست. شماها برید من بچه‌ها رو میارم دیگه. نه من بدون بچه‌هام اینجا نمیرم. آخه جان ما سفر آخرت که نمیخوایم بریم. میری مبلغ چند روز دیگه گرشا بچه‌ها رو میاره. از الان به بعد اسم شما پرتو. پرتو یادت نمیره؟ پرتو آفر. اسم شما داداش عیاز یادت نمیره؟ آفر بیا مطلع نمیره. کدوم تشریف میبرید؟ من میرم شمال سمت ارزون رون. میشمارم ببرید، ما خیلی خسته ایم آقا. فقط ببینم همصحبت های خوبی هستید یا نه. میتونید یه کاری کنید این راه نصف بشه؟ همصحبتی بهتر از ما پیدا نمی کنی. پس بیاین بالا. ببخشید کتابه؟ آره، از کجا دریافتی؟ من بوی کاغذ از دور حس میکنم. میتونم یه نگاهی بهشون بندازم؟ میتوانی روی میز نگاهی با هم بیانداز. حیرت انگیزه، به زبان اشاره آکانتی نوشته شده. یه سلسله قدیمی قدرتمند که چندین قرن قبل منقرض شده. اینو از کجا به دست آوردید؟ ما واقعا از این عبارات سر در می آورید؟ اینجا جای تانم و راحت است. تا هر وقت دلتان خواست می توانید اینجا بمانید. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردین. همین که همسرتان مرحمت فرمودین کتابا را ترجمه می کند، پس یر به یر می شوید. خیالتون راحت، من و همسرم مدیون محبت های شمایی. تمام توانم رو میذارم پای این کتابا تا به بهترین نحو ممکن ترجمه شه. قبل از فرو رفتن شهر به زیر زمین، دانشمندی کتاب ها را برداشته و گریخته است. واضح تر بگی تا منم بفهمم چی میگی. وقتی افسانه، نقشه و یادداشت های دانشمند را که در حاشیه کتاب نوشته شده بود کنار هم بگذاریم، شهر گم شده زیر پای ماست. یاقوت ماورایی واقعیت دارد. یاقوت ماورایی؟ آره مادر، آن این نقشه را بیاور تا با این نقشه تطابق دهیم. اگر این گرمابه تنها ساختمون بازمونده از اون کهن شهر قدیمه، آبنماش کجاست؟ آبنمایش شاید آن باشد. دو در چپ کامل. بعد از این راه پله ها به کدام سمت باید برویم؟ طبق این نقشه و رمزگشاییش انتهای مسیر باید بریم سمت چپ. چپ قدیم یا چپ جدید؟ آقا چپ چپ، راست چپ قدیم و جدید نداره که. خلاص بشی. بله، راهی طولانی در پیش داریم. آرام باش. گمان نمی کردم تا این حد زیر زمین بیاییم. عجیب، از همه شهر فرو ریخته به جز این دالان. دالان محکمیه، به نظرم یه راه مخفیه به تالار اصلی. اما اینجا بن‌بست است، چه باید بکنیم؟ این دالان مخفی بالاخره باید یه جای مخفی، مکان مخفی، درب مخفی نیز داشته باشد. ها، مثل این درب سنگی مکعبی. خدای من، جناب گندای،
من میترسم، حس خوبی ندارم. برگردیم. از چه میترسی معطر؟ از خودم، از شهر. میترسم ناخواسته این شیر خفته را بیدار کنیم. مباد که شهر ویران شود. این همه را آمده ایم که برگردیم. نمیدانم معطر، بیم به خود را آمده. آن همه مرارت کشیده ای که پا پس بکشی. نه نه نه، باید راهی پیدا کرد تا این درب مکعبی شکل را باز کنیم. چگونه؟ اما چگونه نمیدانم. این جورچینه. جورچین؟ راز این در روی پازلا. این جورچینه، این پازلا باید جور بشه و آنگاه که یک اول آبان شود. یک اول آبان شود، آبان شود و نیش زند. اغلب نیش زند بر دو دوم مرد میزان گیرد. میزان چی؟ دو چه میگوید؟ مرد میزان گیرد و اردیبهشت در اردیبهشت اردیبهشت گاف 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 بگه بگه اردیبهشت کنارش قرار گیرد. از آن پس بانوی سنبل به دست اغوا کند. چه میگوید؟ بانوی سنبل به دست. آه سنبل، آری آری، اغوا کند. اسد بخروشد. اسد همون وسط. اسد 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 بخروشد و دو ماهی ببلعد. دو ماهی ببلعد. دو ماهی دو ماهی دو ماهی دو ماهی ببلعد. رازینه اغوا کند. اسد دو ماهی ببلعد. رازینه. اینجا که آمده ایم حیف از کارمون را نیمه کار رها کنیم. ایاز تو یه چیزی بگو. با این اتفاقات و با این وهمی که اینجاست منم ته دلم خالی شده، حس خوبی ندارم. این همه ترس به خاطر لرزش اندک و خاکی که روی تا ریخته شده است؟ اگه موضوع به این راحتی بود که اون دانشمند به رمز و اشاره و نشونی آدرس یاقوت و توهاشی این کتاب قدیمی نمی‌نوشت. لابد حس خطری کرده که این کتاب ها رو با خودش برداشته، بعد از فرو رفتن شهر با خودش برده. چه میگویی؟ اصلا تو که مال کانشهر نیستی، نظریه پرداز شده ای. خودتون گفتی نظر بدم. جناب معطر شما چیزی بگید. گندای من و تو سال است که با هم دیگر دوست هستیم. انقدر تو را میشناسم و میدانم که تو نیز مانند من راضی نیستی که هم بلادی های من به خطر بیفتند.
پس از این هیجانات دست بردار و برگردیم. فراموش کن. لعنت به شما! در یک قدمی یاقوت بودیم. ایاز برویم. جناب معطر، یه وقت از دست من ناراحت نشه، من منظوری نداشتم. ناراحت نمیشوند. بارها بین ما شکراب شده، اما باز آشتی کردیم. یادت باشد نباید کسی از راز کتاب‌ها، یاقوت و دالان مطلع شود. افسانه باید همچنان افسانه بماند. این وسوسه نباید به جان همبلادی‌های من بیفتد. بین خودمان باشد. فاش شدن این راز باعث می‌شود که جان کهن شهری‌ها به خطر بیفتد. خیالتون راحت. من دهنم قرصه. از این دیوار حرف بیرون میاد، از من نه. شما زود بروید دست نوشته ها را بیاورید، برویم سمت سرسرا. سمت سرسرا؟ آره. صبح به این زودی؟ جناب معطر در جریانه؟ آره، او سلام نیز رسان. او گفت خودش به ما ملحق خواهد شد. خوب شد اشاره کردید. من دیشب فکرامو کردم. بعد ماجرای دیروز بد جوری نگران شدم. حق با جناب معطره. بی خیال باز کردن رمز و راز افسانه بشیم بهتره. من هم تا صبح خوب نخوابیدم. صبح همش به عواقب و جوانب کار فکر میکردم. به همین دلیل با او آنجا قرار گذاشتم حرفای آخرمان را بزنیم، قضیه را تمام کنیم. داشت تو دالون سرسرا؟ نمیشه همینجا یا تو حجره جناب معطر مشورت کنیم؟ یعنی چه؟ میخواهی بگویی به من اعتماد نداری؟ آنم بعد از این همه خدمتی که در حق شما کردم؟ نه نه نه، من منظورم این نبود به جان گندای. من که هیچ وقت لطفتون رو فراموش نمی کنم. منتها من و همسرم دیشب تصمیم گرفتیم برگردیم ابرشهر. الانم داریم بار برگشت رو ببندیم. باشد، بروید بار سفرتان را ببندید. باش، باید سلام میام. سلام. سلام سلام. کجا میخوایی بریم؟ هیچ جا، با جناب گندای میخوایم بریم همین بغل. کدوم بغل؟ شهر گم شده. شهر گم شده همین بغله؟ برو بهش بگو داریم اسباب اساسیه جمع میکنیم برمیگردیم شهرمون. بهش گفتم دلخور شد، منتها جناب معطر قراره بیاد باش هم فکری کنی بلکه قضیه تموم بشه بریم. یعنی جناب معطر با گندای نیومده؟ گویا قراره به اون ملحق بشه. ببین اماد، از دیشب که تو اون چیزا رو به من گفتی، من به گندای شک دارم. منم شک دارم، ولی با خدمتی که برای ما کرده، نجاتمون داده، زیر پروبالمون رو گرفته، محبت این چند وقتش خرجی دادن بهمون، چطوری بهش بگم نه؟ آره، منم الان دارم فکر میکنم خیلی کارت زشته که بهش شک میکنی. این آخر نمک نشناسیه. اه. به خدا؟ معطر، چه میکنی؟ مقابل در آجر میچینی؟ حقیقتش گفتم آجر محکمتر است. خب از نظر اصول این منظورم آجرش نیست، مقابل در آجر میچینی. با چه اجازه ای؟ نمیدانستم باید از تو اجازه بگیرم. اصلاً چرا بی خبر به اینجا وارد شدی؟ بی خبر؟ جناب گندای گفتن شما در جریانی.
چه چیزی باعث شده که جناب اماد را به دروغ به اینجا بکشنی ها؟ چیزی نشده. یاقوت را پیدا نکرده عوض شدی گندای. اینجا را دیوار میکشم، آجر میکنم تا بهترین دوستم، کسی را که مثل برادر دوستش دارم، به این سادگی از دست ندهم. خواهش میکنم، شما مثل برادر میمانید برای من. منظورم جناب گندای بود. گندای، یاقوت روی تو تأثیر گذاشته است. اماد این را بگیرید. من نمیگذارم آرزوهای مرا برباد دهید. اجازه بده، چه بخواهی چه نخواهی من اینجا را دیوار میکشم. ما این همه مرارت کشیده ایم که در به اینجا را دیوار بکشی؟ نمیگذارم. جناب گندای، معطر برخیز دیگر، بازی در نیاور. معطر، جناب معطر، چرا تکان نمیخورد؟ معطر عزیز، اینو بگیر ببینم چی شده. معطر، معطر، چیکار کردی گندای؟ عزیزم برخیز. اماد خونه. من میروم حکیم را صدا کنم. مراقبش باش، مراقب معطر باش. چی مراقب باش؟ حکیم، دادی ناکارش کردی. حکیم گندای، معطر، معطر، معطر. سلام جناب گنده. سلام هرتر خانم. خب اماد کو؟ حقیقتش من و اماد داشتیم میرفتیم یه سرپایینی رو یکو پاشتو اردو. خاک تو سرم، الان حالش چطوره؟ نگران نباشید، الان جناب حکمت نزد ایشون هستن، سراغ شما رو هم گرفت، به خاطر این اومدم دنبالتون. الهی بمیرم، تقصیر شماست دیگه، با اون شهر گم شدتون و چه میدونم این افسانه هاتون. شوهر بینوایی منو با خودتون بردین، از پلای خزینه افتاد پاش پیش خود، دست و پاش شکست. ولی الان وقتی این حرفا نیست، تعجیل کنید. کجا بریم؟ آماده شید. هر کی داره این فیلمو میبینه بدونه که برای من و اماد مشکلی پیش اومده. ما ناخواسته تو یک جریان عجیبی گیر کردیم که به معطر و گندای ربط پیدا میکنه. میخواستم بدونید. اماد حالت خوبه؟ این جناب آقای معطره؟ وای چی شده؟ تصادف، سرش خورد به دیوار و بعدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ شما مگه قرار نبود طبیب بیارید؟ چی شد؟ دیگر کاری از دست حکیم بر نمی آید. یعنی وای وای بدبخت شدیم. جواب مردم رو چی بدیم؟ دیدی گندای؟ دیدی حق با معطر بود؟ دیدی نباید پیگیر این ماجرای شوم می شدیم؟ درب سنگی را باز کنید و داخل شوید. ببخشید، الان چه وقتی این حرف هاست؟ حق با اماده، باید الان پاک بانو رو خبر کنید. گفتم درب سنگی را باز کنید و داخل شوید. باش. این گرد چلچله است، گردی که انسان را به دیوانگی و جنون میکشاند. اگر به زبان خوشحالیتان نشد،
هم وقت جوابتان این است. در را باز کنید. باشه. برو احمد، برو. من میرم به همه میگم که ماجرا تصادفی بوده. شما نقشی تو مرگ معطر نداشتی. بیا از جون ما بگذر. دیگر دیر شده احمد. قدم در راه گذاشتیم که راه برگشت وجود ندارد. آقای گندای، ما دو تا بچه داریم که چشم انتظار ما. تو رو خدا به ما رحم کنیم، بذاریم بریم. معذورم. از کشتن ما چی آیده تو میشه؟ چه کسی گفته قصد کشتن شما را دارم؟ خب پس میخواییم با ما چی کار کنید؟ من برای رمزگشایی کتاب به شویت نیاز دارم. پس ترمر بذار بره، اون که نقشی نداره توی ماجرا. من میمونم کتاب رو براتون رمزگشایی میکنم، خوبه؟ ترمر را برای ضمانت اجرای کار میخواهیم. در پایان کار شما را به خیر و ما را به سلامت. خب اگه یه موقعی رمزگشایی 3-4 ماه طول بکشه، ما اینجا از گشنگی و تشنگی میمیریم. از نظر آذوقه و ارتزاق غذا همه چیز فراهم است، نگران نباشید. معطر راست میگفت، حرص یاقوت چشاتو کور کرده. تو دیگه اون گندای سابق نیستی. دیگر برای من نطخ نکن. اگر قرار از غرق شوم، همه کسانی که دور بر من هستند همه را به زیر خواهم کشید. من خود درد حسم را بهتر از تو میدانم. معطر رفیق عزیز من بود که از دست دادم. حال که قیمتش را پرداخت کردم، تا پایان قصه پیش میروم به هر قیمتی. بگیر، رمز گشایی کن تا آزاد شوید. پس فکر همه جاشو کرده بودی. آره. در آخرین دیدار خواهد بود. برادرم، من تو را دوست می داشتم. آخر نفرین بر این اتفاق ناگوار، نفرین. من نمی خواستم چون این شود. من تو را دوست می داشتم مادر. چه کنم؟ افلات اتفاق. مادر نازنینم، مرا چاره ای نیست. سبب سنگین هستی تو مادر. برادرم، مرا ببخش. برای این دیدار آخرین با تو خواهد بود، چاره نیست. چشمانت را ببند مادر عزیزم. نفرین بر من تو را مثل برادرم دوست. چشمانت را ببند. چشمانت چرا باز است؟ ببند چشمانت را. چشمانت را ببند دیگر. این گونه بهتر است، این گونه بهتر است. بدرود با تو مهتر. آسوده بخواب.
مطابق ترجمه دقیق من چهار شهاب سنگ خشک در ایجاد دریای کاسپین خیس غرق شده است. دختری به نام یاقوت، سپس شخصی به نام اسماعیل مطر به او دل می‌بندد. لوح برنج، پدرش ناگهان سنگ شده، روزی سه بار هر بار یک قاشق آب سرد و گرمش را هم ننوشته در هر چه می‌خواهی حل کنه. خودت می‌فهمی چه لاتالاتی داری می‌گویی؟ مردک، من راسکولنیکوف بزرگ هستم، لاتالات می‌گویم. من شهرم به ترجمه دقیق متون در هر زمان و هر مکان، هر کتاب. بده دو کتاب را، نمیخواهم بقیه‌اش را ترجمه کنی، میدم کسی دیگری. دو کتاب؟ آره دو کتاب. یک کتاب. آن دوستت یک کتاب بیشتر به من نداد که همین کتاب بود که برایش ترجمه کردم. عطارم، فرزند دلبندم، این کتاب را همچون جان شیرین نزد خود پنهان کن. به هیچ کس، تکرار میکنم، به هیچ کس، حتی عزیزترین کست اعتماد نکن و مگذار از بودنش مطلع شوند. به زودی چند کتاب دیگر برایت خواهم فرستاد. دوستدار تو، پدرت معطل. جناب راسکول، بس همین کتاب را بده ببرم. عزیزم، این کتاب را من از شما که نگرفتم، همان شخص که این کتاب را از او گرفتم بیاید رسید مرا هم بیاورد، آنگاه کتاب را میدهم. رسید؟ رسید چه؟ آری رسید. عزیزم، من وقتی از مردم اموال با ارزششان را میگیرم به ایشان رسید میدهم. چه خیال کرده ای؟ رسید بیاید، نشان به آن نشان که رسید را روی کاغذ ساندویچ هم نوشتم که گوشش هم سس گوجه‌ای بود. سس گوجه دوست دارم. آن شخص آن رسید در حال حاضر در دسترس نیستند. آن شخص دوست من هستند. کتاب را بده من بروم. راسکول گیر آورده ای مرا. عزیزم، رسید را به همراه همان شخص با سس گوجه می آوری به همراه 10 سکه اجرت الترجمت فی هذه المکتب. متوجه شدی؟ آره آره، من 50 سکه می دهم. خوب است؟ 50 سکه؟ آره. واقعا؟ 50 سکه؟ خوشتان آمد. مچ. 50 سکه که سهل است. 51 سکه هم بدهی نمیدهم. همان صاحب کتاب با رسید سوسی بیاید، همان جناب مزخرف. بله بفرم. مزخرف پدرت هست، معطر. حالا هرچه، بفرمایید، بفرمایید تا داروغه را خبر نکردم، بفرمایید. باشد باشد. آره. جسارتن، در حجره شما از داخل قفل هم می شود؟ آری آری، قفل می شود، خوب هم قفل می شود. قفل برای چه؟